حداقل رای دهندگان با آقای کروبی و آقای موسوی در خیابان ها آمدند و گفتند که رای من کجاست و از اتحادی خیالی ایشون صحبت میکنند که گویا بنا بوده هر 40 میلیون در این انتخابات داشته باشند. ولی فراموش نکنیم که این کودتای انتخاباتی که ایشون و یارانشون کردند، اگر هم به فرض میتوانست چنین اتحادی وجود داشته باشه، اون رو از بین برد. ایشون مانند همیشه از ارقامی خیالی صحبت میکنند که وجود نداره و البته لابد بین عده‌ای از طرفداران ایشون این نوع خلافگویی ها مسموع هست که ایشون انقدر اصرار دارند با وجود این همه شواهد بر اون اصرار ببرسند. مشروعیت یک حکومت یا یک مشروعیت مدرن و برخواسته از آراء آزاد و آگاه جمهور مردم یک مملکت است که اتکای به رأی عمومی و دموکراسی است که در این انتخابات اون به کلی مخدوش است. یا میتوانست یک مشروعیت سنتی و مذهبی باشه که در حقیقت این نظام با مشروعیت مذهبی بسیار عمیقی هم مواجه است. تنها یک نوع مشروعیت وجود داره و اون الحق لمن غلب هست، یعنی حق با کسی است که پیروزه و زور میگه و حق بر مبنای زور معنایش این هست که مردم ناچارن سکوت کنند و البته احقاق چنین حقی موکول به تعادل قوای شکننده است که امروز این حکومت داره و به قدر این تعادل شکننده است که دامنه این بحران تا عمیق‌ترین لایه‌های حکومت، پارلمان، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی، بسیج و پاسداران پیش رفته. به مجردی که این تعادل به نحو محسوسی به هم بخوره و مردم مجال پیدا بکنند یا در داخل حکومت این بحران ها عمیق بشه، این نوع مشروعیت بر مبنای زور که در حقیقت زورگویی و قلدر معابی است از هم خواهد پاچید و من مطمئنم که آقای احمدی نژاد دوران آرامی برای این حکومت کودتای خودش نخواهد داشت. خط امام همون خطی است که وقایع سال 60-67، اشغال سفارت آمریکا، کشت و کشتار بیدلیل مردم، صدور انقلاب، فشار بر علما و روحانیون و ایجاد بحران‌های متوالی و مدیریت اون رو در حقیقت در عرض این چند سال متبلور کرده. آقای خاتمی صحبت از بازگشت به آمال امام و چیزهایی میکنند که شاید اگر میگفتند بازگشت به دوران ریاست جمهوری خودشون یک تصویر بهتری میدادند تا بازگشت به آمال امام. آمال آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه ایشون نوشته شده این هست که، و البته به اون هم ایشون وفادار نموندن، اونجا صحبت از حکومت فقیهی می کردن که مشروط به قوانین شرع باشه، بعد که قدرت گرفتند اون رو تبدیل کردن به ولایت مطلقه فقیه. امروز فکر می کنم که آقای خمینی که اینها خط امام بهش میگن، ملاک ارتداد نسبت به نظام ایدئولوژیک و بیرون رفتن از اون نظام هست، در صورت که کسی در خط این امام بگه نیستم. به این دلیل هر طرف میخواد دیگری رو متهم کنه که من در خط امام هستم، یعنی در حقیقت در چارچوب این نظام و وفادار به این نظام هستم و معنی وفاداری به این نظام هم یعنی وفاداری به اون عده‌ای که فعلا بیشترین قدرت رو در داخل نظام دارند، حل در اونها هستم، و به طرف دیگر میگوید که تو حاضر نیستی از این افراد اطاعت کنی و در حقیقت تو بیرون از نظامی و حق مشارکت در زندگانی سیاسی نداری. به این معنی یک کلمه رمز شده، وگرنه حداقل دوستان اصلاح طلب ما خوب میدانند که اون چی که
امروز این گروه اصولگرا انجام میده بسیار نزدیکتر به آمال امام و کارهایی که آقای خمینی کرد بوده و آقای خامنه‌ای بیشتر متمثل این راه هست تا افرادی مثل آقای حجاریان یا آقای خاتمی یا آقای موسوی و دیگران. هرچی هم ادعا بکنند ولو دموکراسی محدود در چارچوب اصلاح طلبی داخل این نظام هم چیزی نبوده که آقای خمینی میتوانست اون رو بر بتابد و در عمل ایشون بر نتابید. ایشان گفت که من قلم ها را میشکنم، من دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم. همش گفتاری آکنده از خشونت و عدم تسامح و تساهل بود. و اگر این دوستان بناشون بر تسامح و تساهل و شرکت دادن بقیه در زندگانی سیاسی است، مسلماً آقای خمینی این راه رو نرفته و این همین راهی است که آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و دیگران میگن. این یک اسم رمزی شده که هر کسی میخواهد اون رو از این گروه خودی ها بیرون بکنه و بهش حق زندگانی سیاسی نده. و آقای خاتمی و دیگران میگوین که نه، ما باید باشیم و در قدرت سهیم باشیم. این حد از خشونت ناشی از ترسی است که از دست دادن پایه‌های قدرت ایشون داشتند. ایشون هم مثل آقای خامنه‌ای بلکه شاید به نوعی دیگر متوهم بودند که گویا همه دنیا دست به دست هم داده و دشمن در کمین است تا ایشون رو از این اریکه به زیر بکشه. ایشون هم مثل آقای خامنه‌ای اسم خودشون رو گذاشته بودند اسلام و اسم مخالف را گذاشته بودند دشمن و همیشه دشمن میخواست به اسلام حمله کنه و اسلام در خطر بود. و همونطور که ایشون گفتند، خب از تاریخ اسلام مواردی رو هم انتخاب میکردند که از این همه درس مروت و رعفت میشد گوشه‌هایی را پیدا کرد در جنگ‌های شده که قتل و کشت و کشتار بود و ایشون آگاهانه این گوشه‌ها رو انتخاب میکردن. ولی اشاره من به اون نبود، اشاره من به آقای خمینی ضمنی بود، اشاره من به دوستان اصلاح طلب بود که این دوره رو ایدئالیزه میکنن و بازگشت به اون رو به عنوان هدف این جنبش سبز قرار میدن. در صورتی که هدف این جنبش سبز و حتی به دموکراسی نیمبند ناقص و پر از تبعیض دوره آقای خاتمی اگر ارجاع میدادند، دوران بسیار قابل پذیرش تری بود. من فقط میتوانم اینطور تحویل بکنم که اینها ملاک ارتداد از نظام رو این میدانند که کسی بگوید من در خط امام نیستم و میخواهند دشمنشون رو به طور تاکتیکی متهم بکنند که از خط امام خارج شده و بنابراین منحرف شده و دلیل مخالفت ما با اون این هست. در صورتی که هدف جنبش سبز در ابتدا یک جنبش مدنی مطالباتی بود، مردم حقوق خودشون رو میخواستن، مردم با آرمان آیت الله خمینی و بازگشت به اون کار نداشتن، میگفتن رأی من کجاست. و اکنون هم جنبشی مدنی است که این نظام رو در محاصره خودش داره و به قدری فشار میاره که آقای احمدی نژاد هم با وجود مخالفت همه اصولگرایان دیگه برای اینکه این خواسته های مدنی به درون هواداران خودش و اصولگرایان و بسیجی ها هم رسوخ کرده، دو تا زن از طایفه خودش سه تا زن رو وزیر میاره و جوانگرایی در کابینه میکنه برای اینکه به این بسیجی ها و زنهایی که در سازمانهای سرکوب هستند بگوید که ما شما رو فقط برای زدن و کتک و تیراندازی به مردم نمیخواییم، از شما حاضریم به عنوان وزیر و وکیل و مقامات بزرگ هم استفاده کنیم و برخلاف بقیه اصولگرایان که در دایره محدود خودشون مقامات رو تقسیم میکنن، ما حاضریم گسترش بدیم. این محاصره مدنی این حد نفوذ کرده و من تعجب میکنم چرا دوستان اصلاح طلب ما به جای اتکای به این همه توان مدنی مردم اتکا میکنن به یک گذشته بسیار غیر درخشان که در حقیقت بازگشت به اون هیچ فضیلتی برای هیچ کسی نیست.